اگر غذا نرسه، روزی نرسه، بچه روش میکنه؟ چطوری نه ماه نوروز میشه؟ اول که یه قطره آب بوده، چطوری روش میکنه؟ بزرگ میشه، نه ماه نوروز میشه. میبینی چطوری بچه تغذیه میشه؟ در دین شرمایان نیست، خواهران نشستن باید این مسائل بدونن. هنگامی که به مجردی که نطفه زن و مرد به هم پیوند خورد و از اون بچه زن از اون نطفه حامله شد، به مجرد لحظه اولی که زن حامله بشه عادت ماهانه قطع میشه، خونی که باید بیاد بیرون قطع میشه، نهایتا خداوند توسط لوله ناف مادر که به لوله نافه، به ناف بچه و جنین متصله، از کانال همون لوله اون خون میرسونه به بچه، تغذیه میکنه. سبحان الله، دست هیچ کسی همجور تغذیه میکنه تا نه ماه و نه روز. محاله که زن حامله توی عادت ماهانه بشه، به خاطری که اون دیگه غذای بچه است. به مجردی که جنین تشکیل شد، به مجردی که زن حامله شد، دیگه غذاش خداوند از همون خون توسط لوله ناف تأمین کرده که به بچه متصل. سبحان الله، نه دستی میره تو شکم نه چیزی. چطوری غذا میده؟ اینا همش قدرت عجیب خداونده که باید ما را به ایمان وابداره، ما را به ایمان بکشونه، ما را به الله راهنمایی بکنه. خب نه، تا زمانی که چه اون مدتش تمام نشده، سینه مادر شیر داره اما بیرون نمیاد. عجیب. سبحان الله، به مجردی که خداوند اون بچه رو به دنیا آورد و اون زن وضعن کرد، دایه میاد که با قیچی اون لوله ناف که رزق و روزی مادر بچه از مادر تغذیه میشد، اون لوله رو با قیچی قطع میکنه. دیگه از اینجا تمام شد رزق و روزی. همون خود دایه چه کار میکنه؟ لوله ناف بچه و نوزاد رو گره میده. هم میفهمن که گره میده که از اینجا دیگه رزق و روزی تو قطع شد. حالا دیگه از جای دیگه. سبحان الله. حالا اونجا معلم بوده تو شکر، مادر معلم بوده، الله معلم بوده. بچه که هیچ حالش نیست بهش گفته از اینجا دیگه قطع کردم. به مجردی که رفتی وارد دنیا شدی، الهام بهش کرده برو دنبال سینه مادرت بگرد که اونجا پر شیر کردم، غذای دیگه اونجا قطع کرد، یه جای دیگه پر از غذا کرد. شما دیدید بچه کوچک که علم مکیدن بهش یاد داده؟ سبحان الله. به مجردی که به دنیا میاد، دست میکشه سینه مادرش رو پیدا میکنه، شروع به مکث زدن میکنه در شکم مادرش. خداوند بهش داد جا داره که برو رزق و روزی دوم تو با مکث زدنی که من به تو یاد دادم از سینه مادرت که پر از شیره و بهترین غذا و کاملترین غذا، از اونجا کسب روزی بکن. یک بچه به دو تا میشه، مدرسه ای میشه. آیا اونایی که 10 تا بچه دارن و 4 تا زن دارن، 20 تا بچه دارن، آیا توش موندن؟ حتماً توش نمونده. همسایه ما 4 تا زن داره، 4 تا خانه داره، 20 تا بچه داره. الحمدلله همشون چه سلام هستن خوب و دخترای خوب مؤمن با خدا، همه تو خط جماعت ما هستن. 20 تا بچه داره. همسایه دیوار به دیوار ما است. 4 تا زن، 4 تا خانه. اول 2 تا بودن، الان شدن 20 تا و 4 تا 24 تا. دو درجه. آدم اراده داشته باشه توکل و خدا بکنه، هر چی شد فوراً جلوگیری بکنه. تموم شد، جلوگیری راحت. نه عزیزم، من در حدیث وارد شده که اگر خداوند بخواد از اون نطفه‌ای که از اون نطفه بچه درست بکنه، در حدیث وارد شده اگر روی سنگ مرد بیاد نطفه‌شو روی سنگی بریزه، از همون نطفه‌ای که روی سنگ ریخته شده چه بچه درست میکنه. چه بسا زنهایی و مردهایی که جلوگیری کردن نهایتا نسبت به همدیگه بدبین شدن. من سراغ دارم، مردی عصبانی بود، زنش سه طلاق کرده بود، ها در بدر شده بود، اصلا به زنش مشکوک شده بود. به زنش گفته بود ای زن، تو که جلوگیری میکردی، خودت تو حاملگی میخوردی، منم جلوگیری میکردم، چطوری تو حامله شدی؟ بدبین شده بود نسبت به زنش. خداوند اگر بخواد بچه درست بکنه، درست میکنه. عزیزان من، فریب نخوریم، اولاد صالح و نیک تربیت بکنیم. اولاد صالح اگه 100 تا باشه چه باکی نیست، اگه 100 تا باشه، اگه 200 تا باشه، ذریه خوب، نسل خوب، خوب عزیزان به درد میخوره و تو رو سربلند میکنه در دنیا و آخرت. صحبت خیلی زیاده، سوال خیلی زیاده، سوال میاره، صحبت رو میاره، گپ رو میاره. همینجا قطعش میکنم. شما که سیر نمیشی، منم خسته نمیشم. عزیزان من، صحبت خداست که آدم خسته نمیشه و سیر نمیشه. اگر صحبت کسی دیگه بود، الان زمانی خسته شده بودی و سیر شده بودی. انشاءالله مراسم بعدی ولی یه خواهش از عزیزان دارن، کاری بکنن که چه بیشتر چه هماهنگی بکنن، نوبت رو نوبت دیگران نزنن. این جلسه خدا چه فرجی داد و موفق شدیم، اما کاری بکنن که چه انشاءالله مراسم بعدی هماهنگی بکنن. یک دو هفته، سه هفته، یک ماه پیش خبر بدن ما فلان شب عروسی داریم، فلان شب مراسم داریم، عروسی مونه، میخوام عروسی فلانی بکنیم، تا چه ما نگاه بکنیم و به شما نوبت بزنیم. اما دو تا نوبت پیش بیاد، اینجا یه عده اینجا ناراحتن، یه اونجا ناراحتن، آیا اینو میرسن، آیا اونجا چه شد، این مشکله.
برادر شما درست کرده بودن، نهایتا ما بلند شدیم گفتیم باید بریم، کسی دست منو نگیره که برادر اونجا منتظرن. ولی اگر قبلا درست هماهنگی شده بود، ولی خدا دیگه چه کسی دیگه است. الحمدلله حد شما که راضی هست از این مراسم، هیچ مشکلی پیش نیامد الحمدلله، اونها هم از شما راضی بود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدنا ربنا عز وجل إن ركن عزين الإسلام نماز فطور دين همون طوری که ما توفیق دادن در این مکان مقدس شرکت بکنیم و این فریضه خیلی عظیم و بزرگ داریم، خداوند عز و جل بر ما منت بگذارند و از ما قبول بکنند تا انشاءالله تعالی نتیجه این قبولیتشو در بیرون از مسجد ببینیم. امروزه عزیزان کمبود نمازگزار نداریم، کمبود شیخ و ملا نداریم، کمبود طلبه نداریم، کمبود عالم نداریم، کمبود مسجد نداریم، کمبود مدرسه دینی نداریم، اما کمبود اخلاص داریم. کیفیت مطرح در اسلام، نه کمیت. در شما مسلم و مناره چهار تا مسجد ببینیم یا پنج مسجد سر به فلک کشیده، تعداد زیاد شدن مسجد یا هرچی بیشتر مسجد زیادتر بشه در یک محله، این مطرح نیست. دو تا مسجد باشه اما معمور باشه، از جمعیت عظیمی افرادی باشن که قلبشون معلق به مساجد باشه، بیان با حضورشون مسجد رو آباد بکنن، اون ارزش داره. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. مناره مسجد آباد نمی کنه، سنگ مرمر مسجد آباد نمی کنه، کلر او جنرال ژاپنی مسجد آباد نمی کنه، اما انسانهای مؤمن که توق بندگی الله برگردن دارن، اینها مسجد آباد می کنن. و اگر مسجد آباد کردن محلشون آباد می کنن، و اگر محله آباد شد منطقه آباد میشه. عزیزان من، این زمین با معصیت آباد نمیشه، با تمرد و کفر و شقاق و نفاق و خونریزی و الواتی و مشروبخواری آباد نمیشه، بلکه همین زمینی که تسلیم توست و به تو اجازه داده که هر طور دلت میخواد پا بگذاری بر زمین، راه بری روش، سکوت و اختیار کرده، نفس میکشه، وقتی تمرد کردی خودشو باز میکنه، تو رو میبلعه. خداوند عزوجل چیزی به اسم زلزله و زلزال در این زمین قرار داده که زمین رو دونست میکنه، انسان متمرد رو میبلعه. عزیزان من، خیلی از جوانهای این شهر خوب و شهر مؤمن و شهرک توحید و شهرک ایمانی بارها درخواست کردن که شما باید دید چهار مسلم، و من قول دادم که بیام، اما اجازه حرکت نبود از بالا تا امروز که خداوند اجازه دادن و ما رو موفق کردن که حرکت بکنیم. عزیزان، هدف سخنرانی نیست، انسان عاقل با یک اشاره کافیه. همه ما راه و از چاه تشخیص میدیم. خداوند عزوجل قدرتی در ما قرار داده، ملکی در ما قرار داده که بتونیم با وسیله اون آلت و اون وسیله خوبی رو از بدی تشخیص بدیم. چطوری دستتو روی آتش نمیره؟ اگر آتشی بگذارن دستتو به طرف آتش نمیره، چون که عقل تو بگه این آتش دستتو رو میخونه. من تعجبم چطوری عقل انسان به انسان نمیگه دنبال معصیت و ابلیس نرو که تو رو میسوزونه و جهنمه.
فرقی بین این آتش و اون آتش چیه؟ معصیت جهنمی رو در درون انسان خلق میکنه که به مراتب میلیون برابر از جهنم آخرت بدتر شد. عزیزان من، اگر بهشتی روی زمین هست و اگر بهشتی در آخرت هست، شاید در قرآن شنیدی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره وصف بهشت و جنت الفردوس زیاد شنیدی، اما اون بهشت فردوس با اون همه نعیمش با اون همه ناز و نعمتش و لذتهاش، لذت یک سجده برای الله در روی این کره ارضی و خاکی نداره. در آخرت دیگه سجده کردن نیست، نتیجه این سجده رو میبینید. از یک سجده میلیون ها به عشق درست نکنید، قدر این سجده ها رو ببینید. امروز عمل بدون حساب، فردا حساب بدون عمل. اینجا به خصوص شد خداوند عزوجل سخنرانی را کردن در این منطقه و خصوصا در جامع مسلم که حقیقتا نباید ما سخنرانی بکنیم، چون که خداوند عزوجل در چند قدمی خودش سخنرانی کرده با خون بهترین عزیزترین و مطبوبترین بندگانش. اینجا با خون سخنرانی شده، نه با بیان، نه با زبان. من نیامدم سخنرانی بکنم، من آمدم که به شما بگم و شما را متذکر بشم. مردم چاه مسلم، خصوصا کشور جوان، دست شیخ و گرفت آورد اینجا یک هفته قبل از شهادتش در این مسجد استاده، همینجا که من استادم، همینجا که شاگردش استاده، استاد بنده اینجا استاده، ماشینش تسم پروانه رو پاره میکنه، جماعت تبلیغ اینجا بودن، مسجد نشسته، آقای بخشایش اینجا بودن، شیخ شهید رحمت الله علیه آمده این مسجد از نماز المغرب. خداوند وقتی میخواد بسیری رو سبب خیلی بکنه برای مردمی، تسم پروانه شیخ در چند قدمی پاره میشه، شیخ نمیفهمه دیگه جریان چیه، میاد دنبال تکم پروانه بگرده که تبلیغی ها رو در کوچه میبینه که کن فرشته و ملائک غار در خونه ها رو میزنن، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، بشتابید به سوی خوشبخت و پیروزی و رستگاری. اینجا ملاقات میکنم، شما از کجا؟ شما از کجا؟ من ماشینم خراب شده، چه خبره؟ شما کجا؟ ما در مسجد اقامت داریم، برای تبلیغ دین آمدیم. دست پروانه شو ول میکنه، میاد در مسجد. خودتون میدونن چی میگم، از نماز مغرب تا عشا صحبت میکنه، از عشا تا ساعت 12 شب صحبت میکنه. آخرین سخنرانیش اینجا بوده برای شما. آخرین هفتش بوده، خداحافظی با محراب و منبر و میکروفون بوده، خداحافظی با کل دنیا بوده. از اینجا حرکت میکنه، بعد از اون غیبش میزنه، ساعت 12 شب. خداوند دست این مرد مبارک که سالهای سال 25 سال از اینجا دقت شده، شاید پا تو این مسجد نگذاشته بوده، دستشو میگیره قبل از شهادتش میکشونه به اینجا، چون که شما رو دوست داشته، میخواسته اتمام حجت با مردم شاه مسلم بکنه که امثال شیخ عبدالله انصاری رو در خطر داشتن که وقتی وفات کردن و از دنیا رفتن در مسجد النبی مدینه نماز گاهی رو برش خوندن. کدام از اون اولاد؟ عزیزان من، فکر نکنید که این یک سطحی بود، همینطوری بود، ماشینش خراب شد آمد اینجا. نه، فرشتگان خداوندی تکم پروانش بریدن، قطعش کردن که بیاد اینجا. بگه مردم چاه مسلم، مواظب خودتون باشید، متوجه خودتون باشید، راه آخرت دین در پیش بگیرید. از نماز مغرب تا ساعت 12 شب هیچ موقع چیز سخنرانی نکرده، صحبتاش همین یک ساعت خلاصه شده. از نماز مغرب تا 12 شب، از اقل 5 ساعته.